الان ساعت 11:30 شبه. من از صبح ساعت 12 سر کار بودم، تقریبا 11 ساعت و نیم تا الان. الان دارم اینجا دستمال کار میکنم، دستمال سفره که یه بخشی از سایت ورک، بخش جانبی کاره. اینا که تمام بشه میخوام برم خونه و اگر که بشه ولاگ ضبط کنم و ادیت کنم و بالاخره با تعقیب ولاگش رو شما هم منتشر کنم. من اینا رو تا میکنم و میذارم گوشی اینجا. اینجا الان در واشنگتن ساعت 2 صبح. من تقریبا 1 ساعتی که از سر کار اومدم و ولی فردای اون شبیه که دیدید و یک شمه شبه. من امروز هم از 11 ساعت کار کردم و مثل دیشب خسته اومدم خونه و تصمیم داشتم ضبط نکنم مجددن، ولی احساس کردم که خیلی تأخیر زیادی افتاده توی ضبط کردن و ترجیح دادم تمرکز کنم روی اون کارهایی که میتونم بکنم، نه اون چه که نمیتونم بکنم، چرا که در عشق زنده باید و از مورد هیچ ناید. مهمتر از اون امشب نزدیکترین دوستم بهم گفته که خودتو به فنا نده و تصمیم دارم از وقتم بهتر استفاده کنم. داشتن یه سگی که اینقدر پشمالوه مثل تامی مثل این میبونه که شما مثلا یه دونه گوسفند توی خونه نگه دارید و باهاش با من سگ رفتار کنید. گفتم که در مورد کنش و واکنش میخوام صحبت کنم و توضیح بدم که چطور کنش تمرکز بر روی راه حل و واکنش عمدتاً وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن بر روی صورت مسئله یا مشکل. موردی که همین هفته پیش اتفاق افتاد این بود که در واکنش به ماجرای گورخواب‌ها و افرادی که در قبرستان در گور می‌خوابیدن ایده‌ای مطرح شد مبنی بر این که بیایم و اینها رو عقیم کنیم که اینها دیگه تولید مثل نکنن و در واقع از بچه دار شدن اینها جلوگیری کنیم. یعنی واکنش رو ما میتونیم از طریق الگوهای نسبتاً یکسانی که درش اتفاق میفته شناسایی کنیم. یکی از متداول‌ترینش پاک کردن صورت مسئله است. یعنی شما ترجیح میدید به جای اینکه با مشکل مواجه بشید و به جای اینکه ریشه ها رو روشون کار کنید ترجیح میدید صورت مسئله رو حذف کنید یا نادیده بگیرید. اما مورد دیگه که در همین روزهای اخیر اتفاق افتاد اشاره به موضوع خیلی مهم آزار جنسی سیستماتیک زنان در جریان مراسم تشییع آقای هاشمی بود که مشاهدات متعددی نشون میداد که این اتفاق به کرات افتاده و مشاهدات دیگه تایید میکرد که یک قالب سیستماتیک داشته داستان و گروه هایی سازماندهی شده بودن که این کار رو انجام میدن. حالا در قبال این شما میتونید دو شکل واکنش و در واقع دو شکل عمل رو انجام بدید. اولیش اینه که واکنش انجام بدید و صورت مسئله رو حذف کنید و بگید این چایه احمقانه جنبش سبز رو در واقع در سایه برده. اما کنش اینه که شما در واقع بعد از اینکه این موضوع اتفاق افتاده و شما به نوعی در مقام واکنش قرار گرفتید، کنش اینه که در برابرش سکوت نکنید، به شایعه تقلیلش ندید و این موضوع رو جدی بگیرید، چرا که جدی نگرفتن این موضوع، سرپوست گذاشتن بر روشه و پاک کردن صورت مسئله با وجود شواهد متعدد کمکی به حلش و کمکی به کنش در برابرش نمی کنه. در بلاک بعدی بیشتر و بیشتر در مورد کنش و واکنش صحبت می کنیم و همینطور اینکه چطور تغییر اضافی دید ما
میتونه عملا به تغییر در واقعیت و نهایتا اون تغییری که میخوایم در واقعیت ایجاد کنیم و معنادار بودنش منجر شه. ممنونم که دیدید و امیدوارم که اگر که به این شکل از محتوا علاقه دارید به بیشتر دیده شدنش کمک کنید. شب ما و صبح شما بخیر. برکه کاشی تو و ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی